stuck singing this song. You were different from my last, but now you got a mirror. And as it all plays out, I see it couldn't be clearer. Now sing. You used to be thirsty for me. مصطفی دانش نویسنده ای کتاب رد پای من میراث جنگ سرد از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمرالقذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی‌شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-7477 کتاب.com. سلام به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم می کنم. دیروز یک شنبه 6 آگوست 2023 مصادف بود با 78 سالروز انفجار بمب اتمی آمریکا در هیروشیمای ژاپن. در 6 آگوست سال 1945 هواپیماهای آمریکا با پرتاب بمب اتمی به نام پسر کوچک، انفجار اتمی معادل TNT حدود 20,000 تن بود را آزمایش کردند که در اثر آن از 90,000 ساختمان این شهر 62,000 آنها ویران شدند و 10,000 نفر در آتش اتمی سوختند. سه روز پس از آن در 9 آگوست 1945 یک هواپیمای دیگر حامل بمب اتمی آمریکا بمب دومی را به نام مرد چاق، آن هم معادل TNT 20,000 تن، روی شهر ناگازاکی انداخت. گفته میشه که با انفجار این دو بمب به طور مستقیم حدود 220,000 نفر ژاپنی جان خود را از دست دادند و بیش از 200,000 نفر به دلیل دوزهای کشنده تشعشع جان باختند. انفجار بمب‌های اتمی در هیروشیما و ناگازاکی تنها نمونه در تاریخ بشر از استفاده از سلاح هسته‌ای می‌باشد. اولین انفجار بمب اتمی در روز 6 آگوست 1945 بر روی هیروشیما سبب شد که بعدها این روز به عنوان روز جهانی منع سلاح‌های هسته‌ای نامگذاری بشه. این اقدام ایالات متحده آمریکا که در یک تضاد آشتی‌ناپذیر با اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت باعث شد که شوروی به سرعت پروژه اتمیش را گسترش بده، زیرا بیم آن را داشت که ایالات متحده آمریکا از بمب اتمی بر علیه شوروی هم استفاده بکنه. رهبران شوروی معتقد بودند تنها چیزی که میتونه جلوی استفاده ایالات متحده آمریکا از بمب اتمی را بگیره آن است که شوروی هم این تسلیحات را داشته باشه و به نوعی بازدارندگی هسته‌ای ایجاد بکنه. از همان زمان کشورهای زیادی به دنبال تولید بمب اتمی رفتند و هدف آن را بازدارندگی اتمی اعلام نمودند، آنچه که بعدها به عنوان وحشت اتمی یاد شد. به این معنا که اگر کشوری بخواهد از سلاح هسته‌ای بر علیه کشور دیگری استفاده بکنه، اون کشور نیز قادر حمله متقابل بکنه. در واقع این به معنای وحشت اتمی و بازدارندگی اتمی می باشه. در واقع این توازن اتمی که به نام وحشت اتمی معروف شد توانسته تا به امروز جلوی استفاده از سلاح هسته‌ای را بگیره.
پس از پایان جنگ جهانی دوم یک مسابقه هسته‌ای بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی آغاز گردید. شروع آن به مناسبت آزمایش بمب اتمی آمریکا در 16 جولای 1945 در نیومکزیکو آمریکا بود. این اولین آزمایش در تاریخ آزمایش‌های هسته‌ای بود. از سال 1946 تا سال 1949 ایالات متحده آمریکا 6 آزمایش هسته‌ای داشت و تا آن زمان شوروی هنوز نتوانسته بود آزمایش هسته‌ای را انجام بده. برای اولین بار شوروی در 29 آگوست 1949 در واقع 4 سال پس از استفاده آمریکا از بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی موفق به آزمایش هسته‌ای شد و بدین ترتیب به انحصار آمریکا در اختیار داشتن اسلحه هسته‌ای پایان داد. دو ابرقدرت آمریکا و شوروی در جنگ سرد تلاش کردند تا بر دشمن برتری اتمی یابند. در ابتدا شوروی در تولید تسلیحات اتمی از آمریکا بسیار عقب بود و در صدد بود به طور سریع این عقب افتادگی را جبران بکنه. در سال 1957 شوروی یک موشک بالیستیکی غاره‌پیما آزمایش کرد که قادر بود به آمریکا برسه. در واقع ابتدا بعد از 15 سال که ایالات متحده آمریکا برتری هسته‌ای داشت و توانسته بود بمب افکن‌های استراتژیک خود را در اروپای غرب در نزدیکی شوروی جابجا بکنه، در اوایل دهه 1960 برابری هسته‌ای بین دو دشمن به دست آمد. در ابتدای سال‌های 1960 دو قدرت عملاً در مقابل هم سفارایی هسته‌ای کردند. در اکتبر سال 1962 رویارویی پرتنش بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان بحران موشکی کوبا در تاریخ ثبت شده. 13 روز به دلیل وقایع کوبا جهان در آستانه جنگ هسته‌ای قرار گرفت. این زمانی بود که ایالات متحده آمریکا موشک‌های میانبرد خود با قابلیت حمل کلاهک‌های اتمی را در ترکیه عضو ناتو مستقر کرده بود. شوروی در واکنش موشک‌های هسته‌ای خود را در کوبا مستقر کرد. خوشبختانه با عقلانیت دو رهبر آن زمان ابرقدرت‌ها جان اف کندی و خروشچف، با برچیدن موشک‌های دو طرف از کوبا و ترکیه خطر درگیری هسته‌ای از بین رفت. 65 سال پس از بحران کوبا امروز جنگ غرب بر علیه شرق، صف‌بندی چین و روسیه از یک طرف و غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا از طرف دیگر، به ویژه در جنگ اوکراین و اینکه هیچ گونه چشم‌اندازی برای صلح در اوکراین مشاهده نمیشه و ناتو و روسیه به طور آشتی‌ناپذیر به جنگ ادامه میدهند، میتواند بشریت را تهدید بکنه و به یک جنگ هسته‌ای تبدیل بشه. آنچه را که سازنده بمب اتمی ایالات متحده آمریکا جی رابرت اوپنهایمر 2 ماه پس از انداختن بمب اتم بر هیروشیما و ناکازاکی به هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا گفت و نگرانی‌هایش را درباره جنگ هسته‌ای احتمالی آینده ابراز کرد، میتونه امروز به واقعیت وحشتناکی برای بشریت تبدیل گردد. جالب توجه اینه که رئیس جمهور آن زمان آمریکا در سال 1945 در ملاقاتش با اوپنهایمر نگرانی‌های اوپنهایمر را بی‌مورد دانست و او به اوپنهایمر اطمینان داد که شوروی هرگز نمیتونه به بمب اتمی دست یابد. ترومن به این عقیده بود که آمریکا اولین و آخرین کشوری است که بمب اتمی در اختیار داره و میتونه برتری خودش رو بر شوروی حفظ کرده و روزی شوروی را به زانو در بیاره. اوپنهایمر که از این سرمستی فاتحانه هری ترومن پس از جنگ جهانی دوم و از بی‌تفاوتی رئیس جمهور آمریکا در مسئولیت پذیری برای نسل‌های آینده به خشم آمده بود، دست‌های خودش رو به هم گره کرد و آهسته گفت: آقای رئیس جمهور، حس می‌کنم دستم به خون آلیده شده است. ترومن که با این حرف اوپنهایمر خشمگین شده بود، بلافاصله به ملاقات
پایان داد. ترومن گفت دستش به خون آلوده است، لعنتی. دستای او حتی نصف من آلوده به خون نیست. هری ترومن که دستور انداختن بمب‌های اتمی در هیروشیما و ناکازاکی را داده بود، به وزیر امور خارجه خود گفت دیگر نمی‌خواهم آن کثافت را در دفترم ببینم. بعدها اوپنهایمر با ساختن بمب هیدروژنی آمریکا مخالفت کرد. این مخالفت های اوپنهایمر مصادف بود با عصر مک‌کارتی در آمریکا. کمیسیون انرژی اتمی آمریکا در سال 1954 گواهی امنیتی اوپنهایمر را رد کرد. همان زمان نیویورک تایمز خاطر نشان کرد که این امر شغل او را به پایان تحقیرآمیز رساند. اوپنهایمر که تا آن زمان یک دانشمند قهرمان آمریکایی بود، باقی زندگی خودش را به عنوان مردی در هم شکسته زیست و در سال 1967 در 62 سالگی درگذشت. علامت سیاه شرمساری را روی پیشانی اوپنهایمر مهر کردند و او را کمونیست و جاسوس شوروی معرفی کردند. به عبارت دیگر کاملا ضد آمریکایی. در واقع مکارتیسم دروغ اساسی علیه کسانی بود که اصول جنگ سرد و گسترش برنامه هسته‌ای را به چالش می‌کشیدند. مکارتیسم آنها را به کمونیست و جاسوس شوروی بودن متهم می‌کرد. زمانی که در سال 2014 اسناد آمریکایی از رده‌بندی خارج شدند، تاریخ نگاران با شگفتی اظهار کردند که در واقع در اسناد هیچ شاهدی از هیچ نوع علیه اوپنهایمر وجود نداشته. برعکس تعداد زیادی به همدردی با اوپنهایمر شهادت داده بودند. بالاخره بعد از 7 دهه در سال 2022 خانم جنیفر گرانهولم دبیر انرژی آمریکا دستور لغو گواهی امنیتی اوپنهایمر را صادر کرد، 56 سال بعد از مرگش. امروز هم شخصیت‌های بزرگ مذهبی زمانی که از صلح جهانی و خاتمه جنگ در اوکراین سخن می‌گویند، مورد اتهام رسانه‌های غرب قرار می‌گیرند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، در روز 2 آگوست 2023 در همایشی به مناسبت روز جهانی جوانان در لیسبون پایتخت اوکراین به طور شفاف از مواضع اروپا در جنگ اوکراین انتقاد کرد. پاپ گفت به کجا می روی زمانی که تو به جهان هیچ مسیر صلحی و راه حل صلحی را پیشنهاد نمی کنی. پاپ در این سخنرانیش برای 1.5 میلیون جوانی که در لیسبون گرد آمده بودند در روز چهارشنبه 2 آگوست 2023 اشاره کرد که اروپا به طور کافی اقدام برای یک راه حل صلح‌آمیز جنگ اوکراین و همچنین در ارتباط با درگیری‌های نظامی در جهان نمی‌کنه. پاپ در ادامه سخنانش خاطر نشان ساخت که اروپایی‌ها هیچ راه خلاقی را برای خاتمه جنگ در اوکراین و جنگ‌های دیگر در جهان ارائه نمی‌دهند. جنگ‌هایی که جهان را با خون پوشاندند. بزرگترین روزنامه آلمانی فرانکفورت آلگماینه سایتونگ با این تیتری که پاپ فرانسیس به قربانیان احساسی نداره او را مورد حمله قرار داد. این روزنامه نوشت که پاپ به خودش وفادار مانده. به جای اینکه تجاوز روسیه را نام ببره، انتقاد به توانایی صلح کشورهای اروپایی میکنه. به دنبال مقاله فرانکفورت آلگماین سایتونگ آلمان، رسانه‌های غرب در توانایی پاپ به عنوان رهبر کاتولیکای جهان تردید کردند. این در حالی است که پاپ از اروپا خواسته است با قربانیان جنگ همسو شوند و برای صلح قدم بردارند، نه تنها در جنگ اوکراین بلکه در جنگ‌های دیگری در جهان و احتمالاً جنگ هولناک دیگری، این بار در قاره آفریقا بین کشورهای غرب با آفریقا که میتونه پای کشورهای مانند چین و روسیه را به این جنگ بکشونه. پاپ فرانسیس به جوانان جهان هشدار داد که شما آینده جهان را در اختیار دارید و بایستی ضامن صلح در جهان باشید. زمانی که قدرت‌های بزرگ جهان در مقابل یکدیگر سفارایی نظامی کردند،
آمریکا و ناتو چین و روسیه را دشمنان نظام غرب می‌نامند و از سوی دیگر چین و روسیه نظام کنونی جهان به رهبری آمریکا را به چالش می‌کشند، در مسیر یک جهان چند قطبی در حرکتند، خطر جنگ بین دو جبهه شرق و غرب به مراتب بیشتر از هر زمان دیگری است. از یک سو جهان در مسیر چند قطبی شدن به رهبری چین و روسیه و سازمان‌های مانند بریکس، شانگهای و اتحادیه اروپا به سرعت و به طور برگشت ناپذیری در حال پیشرفته. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو سازمان اتلانتیک شمالی ناتو در تلاشند تا با مقابله و حتی درگیری نظامی با روسیه و احتمالاً با چین جهان تک قطبی و تسلط آمریکا بر اقتصاد جهان را تثبیت کنند. نویسنده پرآوازه آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد آقای گراهام الیسون در کتابش به نام جنگ حتمی است می نویسد که در 500 سال گذشته در 12 مورد از 16 موردی که قدرت جدیدی به صحنه جهانی پا گذاشته تا قدرت قبلی را از میدان به در بکنه و جایگزین اون بشه، جنگ به وقوع پیوسته است. جنگ اول قدرتی بر علیه قدرتی که قد علم میکنه. امروز با وحدتی بین چین و روسیه، آنها دو ابرقدرتی هستند که ابرقدرت آمریکا و در کنارش اروپا و ناتو را به چالش می‌کشند. آنها ابرقدرت‌های اقتصادی و نظامی با انبارهای اتمی می‌باشند و می‌خواهند نظم جهانی چند قطبی مورد نظر خودشون را جایگزین نظم تک قطبی ایالات متحده آمریکا بکنند. در قرن 21 برای بشریت این مهمترین مسئله است که وجود دارد، اگرچه هیچ کدام از آنها نه چین و روسیه و نه آمریکا خواهان جنگ نیستند، زیرا نابودی خودشان حتمی است، ولی با شرایط امروز جهانی هیچ تضمینی هم وجود نداره که جنگی به وقوع نپیونده. امروز امکان یک جنگ نیابتی دیگری مانند جنگ در اوکراین بر سر قاره آفریقا سایه انداخته. کودتای نظامی در نیجر نشان می‌دهد که تهدیدها به مداخله نظامی توسط کشورهای غرب آفریقا با چراغ زرد آمریکا، فرانسه و اعضای ناتو بیانگر یک رقابت سخت برای نفوذ در قاره آفریقا میان غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا و ائتلاف جهانی چین و روسیه است. این نشان می‌دهد که وقوع یک جنگ نیابتی میان قدرت‌های بزرگ بر سر نفوذ در قاره آفریقا می‌جنگند در سرزمین نیجر و کشورهای اطراف آن محتمله، چیزی که به گفته رئیس جمهور الجزایر می‌تونه آفریقا را به آتش بکشونه و او هر گونه دخالت نظامی در نیجریه را رد می‌کنه. در واقع پس از آن که وزرای دفاع کشورهای عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا به نام آکواس طرح نظامی برای مداخله در نیجر را تهیه کردند و کشورهای فرانسه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا و به طور کلی کشورهای غرب از این طرح جانبداری می کنند، قاره آفریقا با بحران سیاسی شدیدی مواجه است که ممکن است دو هفته قبل از اجلاس سران بریکس در آفریقای جنوبی به یک جنگ خونین و درگیری خطرناک جهانی تبدیل بشه که نه تنها امنیت، ثبات و وحدت قاره آفریقا را تهدید میکنه، بلکه صلح جهانی را نیز تهدید میکنه. دولت آقای امانوئل ماکرون در فرانسه از راه حل نظامی در نیجر حمایت میکنه، زیرا ژنرال های کودتاچی در نیجر قراردادهایی را که باعث تسلط فرانسه بر منابع این کشور مانند معادن اورانیوم، طلا و فسفات شده را باطل اعلام کردند. خطر تکرار سناریوی خونین لیبی وجود دارد. زمانی که معمر القذافی اعلام کرد که از ارز فرانک فرانسه را در تجارت کشورهای اتحادیه آفریقا با ارز دیگری بر مبنای پشتوانه طلا جایگزین خواهد کرد، در رأس سه کشور ناتو، ایالات متحده آمریکا و انگلیس، این فرانسه بود که حملات و ضربات کشنده‌ای را به حکومت قذافی وارد کرد و او را توسط اسلامگرایان افراطی به قتل رساند.
هیچ بعید نیست که با موافقت فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا مداخله نظامی کشورهای آکواس به زودی آغاز بشه. بنابراین بر سر منافع غرب و شرق در آفریقا، جهان با یک جنگ نفوذ شدید میان غرب به رهبری آمریکا و ائتلاف چین و روسیه در آفریقا روبروست. اجلاس سران و نمایندگان بیش از 53 کشور آفریقایی در روسیه در 27 ماه مه 2023 در سن پترزبورگ روسیه نشان داد که جنگی به نفع محور ضد غربی، یعنی به نفع چین و روسیه، در آفریقا در جریانه. درگیری نظامی بین غرب و شرق فقط محدود به قاره اروپا و آفریقا و خاورمیانه نمیشه. هفته گذشته چین و روسیه یک رزمایش دریایی در نزدیکی آلاسکا انجام دادند. بزرگترین رزمایش نظامی نیروهای مشترک دریایی چین و روسیه با حضور 11 ناو جنگی در نزدیکی ایالات متحده آمریکا. چنین رزمایش‌های نظامی چین و روسیه طبق طرح همکاری سالانه دو کشور در مناطق حساس دیگری در جهان، به طور نمونه در بخش‌های غربی و شمالی اقیانوس آرام و همچنین در اقیانوس هند، دریای عمان و در خلیج فارس با حضور نیروهای جمهوری اسلامی به طور مرتب رخ می‌دهند. همکنون ایالات متحده آمریکا ناوهای جنگی و ناوهای هواپیماور به تعداد زیادی از بمب‌افکن‌های خودشو به منطقه خلیج فارس روانه کرده. لشکرکشی ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس نشان دادن دندان فقط به جمهوری اسلامی نیست، بلکه نشان دادن دندان به چین و روسیه است که تک قدرتی ایالات متحده آمریکا را در جهان تهدید می‌کنند. جهان در التهاب و بحران خطرناکی قرار گرفته. از بحران تایوان و صف آرایی چین و آمریکا در آنجا گرفته تا جنگ اوکراین که روسیه در حال پیشروی است، تا خطر جنگ قدرت‌های جهانی در آفریقا و در خاورمیانه و دوری جنوب جهانی از مدار ایالات متحده آمریکا، همگی نشان دهنده آن است که ایالات متحده آمریکا و جهان غرب تسلط بلا منازع بر جهان را از دست داده. این به معنای خطر جنگ جهانی دیگری است که می تواند به جنگ هسته‌ای تبدیل بشه. و این همان چیزی است که پاپ فرانسیس در همایش 1.5 میلیونی جوانان جهان در لیسبون، پایتخت پرتغال، هشدار داد. در فرصت باقی مانده از اتاق فرمان خواهش مندم که ویدیو آگهی کتابم رو یک بار دیگه نشون بدن. به شما بدرود میگم تا برنامه آینده. مصطفی دانش، نویسنده ای کتاب رد پای من میراث جنگ سرد، از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-74-77 kitab.com